همراه میشیم با همکارم بزرگ مهر شرف‌الدین، سردبیر ارشد وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال. ممنون که اینجا همراه ما هستی در استودیو برنامه بزرگ مهر. سناتور تد کروز در اولین واکنش که در واقع به این گزارش مطرح شده گفت این رو یک رسوایی بین المللی دونسته، اسناد فاش شده در این گزارش شد. گزارش از چه جهادی خیلی حائز اهمیته؟ برای کسایی که اخبار ایران رو در دهه‌های گذشته دنبال کردن، اونها واسهشون خیلی مشخصه که گروه بحران یک نقش بسیار مهمی داشت، به خصوص در یک دهه گذشته در تنظیم روابط بین ایران و غرب، به خصوص آمریکا. گروه بحران یکی از نهادهای اصلی بود که در نوشتن پیشنویس برجام نقش مهمی داشت و بعد از اون این گروه بحران بوده که به دولت‌های اوباما، بایدن و ترامپ مشاوره و راهنمایی داده در مورد مسئله ایران، به کنگره آمریکا درباره ایران مشورت داده، اما در هیچ کدوم از این مشاوره ها هیچ وقت روابط پنهانی که خودش و اعضاش با وزارت امور خارجه ایران داشتن رو افشا نکرده بوده. این برای اولین باره که ما نشون میدیم که یک تفاهم نامه پنهانی وجود داشته بین وزارت خارجه ایران و گروه بحران. بزرگ میگه اشاره کردی در تنظیم روابط ایران و غرب نقش داشته، در تنظیم پیشنویس برجام. جزئیات بیشتری به همون میدی؟ اگه شما به وبسایت خود گروه بحران هم مراجعه کنید، اونجا به نقل از ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران گفته شده که از نقش مهمشون در تنظیم برجام تشکر شده و حتی از یک مقام آمریکایی نقل شده که شما واژگان و ادبیات خودتون رو در متن نهایی برجام میتونین شناسایی بکنین. پس نشون میده که چقدر نقش داشتن. و ما همزمان میدونیم که اعضای گروه بحران در مذاکرات هسته‌ای حضور داشتن. اسنادی که ما به دست آوردیم نشون میده که وقتی رابرت مالی از گروه بحران به دولت اوباما پیوست و مذاکرات هسته‌ای رو پیش می‌برد، همزمان از یکی از اعضای گروه بحران استفاده می‌کرد برای اینکه به طور پیام‌هایی رو به دولت ایران برسونه. واسه همین اعضا و خود نهاد نقش خیلی مهمی داشتن در شکل‌گیری برجام. سخنگوی این گروه به ایران اینترنشنال گفته هدف تفاهم نامه های ما حفاظت هست، امنیت کارکنانمون در مناطق بحران زده بوده. تحلیلت از این واکنش چیه؟ این پاسخ ما سعی کردیم در این گزارش خیلی بی‌طرفانه برخورد بکنیم. واقعیت ها و فکت هایی که پیش روی ما هستش رو به مخاطبان ارائه بکنیم و همچنین از همه کسانی که در همه کسان و نهادهایی که اسمشون در این گزارش اومده خواستیم که نظر بدن. با گروه بحران تقریبا نزدیک به 6 ماه بودش که در تماس بودیم، چندین جلسه، میتونم بگم نزدیک مثلا 10 ایمیل بین ما رد و بدل شده و در همین مذاکرات داشتیم سعی میکردیم که ما بهشون بگیم که این اسنادی که به ما به دست آوردیم این واقعیت‌ها رو نشون میدن و اونها هم حالا دلایل خودشون رو اعلام کردن، نظر حمایت از کارمندان خودشون در ایران و غیره که حالا در متن گزارش ما به اون هم اشاره کردیم. ممنون از تو همکارمون بزرگ مهر شرف‌الدین، سردبیر ارشد وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال که اینجا همراه ما بودید.